سلام دوستان، با آموزش مایکروسافت پروژه در خدمتتون هستیم. خب تا کنون یاد گرفتیم که چطور از این نرم افزار استفاده کنیم، چطور اطلاعات رو وارد کنیم، چطور مدیریت زمان کنیم، تخصیص منابع کنیم، تسطیح منابع کنیم و تکنیک های ارن ولیو رو هم با هم کار کردیم. خب این جلسه جلسه آخری هستش که در خدمتتون در این زمینه هستیم. تا اینجا اگر مباحث رو دنبال کرده باشین، در واقع میتونین به عنوان یک کارشناس کنترل پروژه، کارشناس مدیریت پروژه در صنعت شروع به کار بکنین و از نرم افزار MSP برای این قضیه کمک بگیرید. خب تنها چیزی که میمونه وقتی ما اطلاعات رو وارد میکنیم و داریم جلو میبریم و پروژه در این حال جلو میره و تسکا کامل میشه، میخوایم به مدیرانمون ریپورت بدیم، گزارش بدیم. از MSP 2013 به بعد قابلیت ریپورتینگ خیلی تقویت شده توی مایکروسافت پروژه. قبلا باید از نرم افزار اکسل استفاده میکردیم واسه گزارش گیری. الان نه تنها میتونیم از این نرم افزار استفاده کنیم، بلکه میتونیم تو خود MSP ریپورت ها و گزارشات خیلی خوبی رو داشته باشیم. اگه تو تب ریپورت بریم میتونیم ببینیم یه سری گزارش های پیش فرض توسط MSP اینجا واسه ما قرار داده شده. سری داشبورد ها داریم، داشبورد کاری داریم، داشبورد هزینه داریم، کل پروژه رو مثلا داریم که بررسی کنه، تسکایی که قراره بیاد و بررسی کاری که انجام شده. هر کدوم از اینا رو به یک منظوری MSP تهیه کرده و اینجا گذاشته و توضیحاتش هم اینجا قرار داده. کسی که میخواد با MSP کار کنه بهتره که این توضیحات، این ریپورت ها رو همه رو یکی یک بار حداقل باز کنه و ببینه. چیز خاصی هم نیستش ولی خب خیلی کمک دهنده است. چقدر مثلا اینجا داره نشون میده چقدر هزینه شده تا الان، چقدر استیمیت داریم و چقدر قرار هزینه بشه و چند درصدش کامل شده بر اساس هزینه و مقدار هزینه، تجمعی هزینه ها تا الان رو نشون میده، چقدر برنامه داشتیم و چقدر هزینه کرد و بر اساس هزینه داشبوردی رو داره به شما میده. و انواع داشبورد ها رو اینجا خب داریم میبینیم وجود داره بر اساس تسکایی که قراره بیاد و حالا کشفلو ما. انواع اقسام اینا رو خودتون باید واقعا باز کنین و ببینین، مجال نیستش که من همه رو توضیح بدم. اما دو تا نکته مهم توی ریپورت ها وجود داره. اونم ساخت اولی، ساخت ریپورت هستش که توی MSP من چطور میتونم یک ریپورت رو بسازم و حالا وقتی که ساختم توی این قسمت میادش، یا اینکه چطور میتونم اونا رو وارد اکسل کنم. خب میتونم اگر از ویژوال استفاده کنم، اینجا ویژوال ریپورتس، اینجا تمام ریپورت هایی که به من داره میده رو نشون میده. اینا رو میتونم تحت اکسل استخراج کنم، اینا رو تحت نرم افزار ویزیو میتونم استخراج کنم و توی اکسل به طور مثال من یک ریپورتی رو داشته باشم. این یه نکته هستش که باید حتما بدونین چطور دیتا ها رو وارد اکسل میکنن. اما به طور مثال اینجا یه اکسل خیلی زیبا برای بودجه هزینه، گزارش بودجه و هزینه داره به ما میده و دیتا هایی که اینجا داره از این قسمت طریق پیوت تیبلی که ساخته داره به ما ارائه میده. من میتونم اونو سیو کنم و هر دفعه آپدیت بگیرم. یه روش دیگه هم این هستش که خب قدیم خیلی از این کار میکردن قبل از 2013، این که من تو گان چارت میرم فیلدهایی که میخوام و اینجا میارم، میگیرم کپی پیست میکنم توی اکسل. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه توی این قسمت یک سری از در واقع کوئری هایی که MSP میگیره محدودیت هایی واسه من قرار میده و من نمیتونم اون ریپورتی که میخوام رو تهیه کنم. وقتی که به این محدودیت ها برخورد کردم نشون میدم چطور ریپورت ها کوئری ها رو میگیره و میتونین ایجاد بکنم. اما این محدودیت ها برخورد کردم مجبورم اون فیلد ها رو دیگه خودم کپی پیست کنم دستی دیتا ها رو، یا اینکه از VBA استفاده کنم واسه این کار، که حالا تو این دوره ما VBA رو کار نمی‌کنیم توی مایکروسافت پروژه.
خب نکته بعدی که گفتم بهتره که بدونیم که چطور یک ریپورتی رو بسازم. مثلا یه ریپورت یکی رو ما میخواییم بسازیم، اینجا تایتل میتونه خودش پیش فرض قرار بده و بقیه چیزا خالی هستش. تو قسمت دیزاین میبینیم یه سری امکانات واسه ما قرار داده. خب میتونم تکست باکس اضافه کنم، یه شکلی رو اضافه کنم، ایمیجی رو قرار بدم واسه این قسمت و یا چارتی رو قرار بدم، یا تیبلی رو ایجاد بکنم اینجا. وقتی که یه تیبلی رو ایجاد میکنین یا نموداری رو ایجاد میکنین، تیبل دیتا من بعد توی این قسمت نشون داده بشه. رفت. خب اومدش. اینجا یه سری فیلد ها هستش که از طریق این ما میتونیم کوئری بگیریم، دیتا های موجود توی MSP رو استخراج کنیم و خلاصه کنیم، حالا تو حالت فرمت تیبل یا تو فرمت یک چارت نشون بدیم. مثلا حالا این چارت ساده. خب وقتی که اینو میزنیم پیش فرض وقتی که این آن باشه، این فیلد لیست من میادش. خب حالا میگه این تیبل یا جفتشون هم یه فیلد لیستی دارن، خب تفاوتی نداره، هنگ میکنه نشون نمیده. خب تفاوتی نمیکنه. حالا من یه مقدار این بخش های فیلد لیست رو توضیح میدم که چطور میتونین ازش استفاده کنین و یه ریپورت دلخواه رو بسازید. ما دو قسمت داره، یا تسک ها هستش که میتونیم ازش استفاده کنیم، یا ریسورس ها هستش. خب یعنی کوئری که میگیریم بر اساس ریسورس باشه یا بر اساس تسک ها باشه. چون در واقع دو تا مین تیبل توی MSP وجود داره، یه تیبلی هستش که من تسک ها و فعالیت ها رو وارد میکنم و یه تیبل دیگه هم هستش که من ریسورس ها رو وارد میکنم. اگه خاطرتون باشه اینجا تسک های من خودش یه تیبل هستش که داره نشون میده، اما وقتی که میرم توی ریسورس، وقتی که چند تا ریسورس داشته باشم با مثال اینجا، اینا رو توی یک فیلد داره به من نشون میده و من به صورت آبشاری میتونم انتخاب بکنم. این نشون میده که وابستگی بین یک تیبل و یه تیبل دیگه ای به نام ریسورس وجود داره که من ریسورس شیت هم هستش. من ریسورس شیت هم هست که هر کدام از دیتاهای مربوط به منابعم رو جدا جدا دارم تعریف میکنم و یک سپرد شیت جدا هستش که یه تیبل هستش و توی ریپورت هام هم دارم از همون استفاده میکنم، از این دوتا شیت هستش که استفاده میکنم. پس بیس بر اساس اگه تسک باشه، بعد میاد میگه اون فیلدی که میخوای گزارش بگیری رو به من بگو. این فیلدای هستش که من میتونم انتخاب کنم، نیم اون باشه، مثلا هزینه واقعی اون فیلد باشه، اون تسک باشه، خب و حالا دیتش باشه یا هر چی، دوریشنش به طور مثال باشه، هر چیزی که مد نظرم هست رو میتونم بیام اینجا انتخاب کنم تا به صورت تیبل به من نشون. بعد یه قسمت دیگه هست، فیلتر، گروپ و غیره. خب اگه توجه کنیم من اینجا گفتم all task level 1، به خاطر همین عنوان پروژه هم فقط آورده اینجا. خب اگه من اینجا لولم رو بیشتر بکنم، ساب تسک ها رو میاره. نمیداره بریم پایین تر. خب به ازای هر ساب تسک هایی که تو اون لول هستن تا لول 3 داره نشون میده و میتونم اینجا تسک ها رو بر اساس مثلا فیلتر های موجود خلاصه تر کنم. مثلا اونایی که فقط مربوط به آرمین هستن فیلتر میکنه روی آرمین. خب حتی میتونم فیلترهای جدید بسازم، ولی اینجا نیو فیلتر رو اگه بزنیم میتونیم یه فیلتر جدید از طریق اند و اور ایجاد بکنیم. خب که میگم مثلا اونایی که پرسنت کامپلیتشون برابر با 100 هستش. خب و اپلای که بکنم فقط اونایی که تکمیل شده رو، دیگه آرمین رو برداشت، من میخوام هم آرمین باشه
هم اونایی که 100% هستن. خب دوباره میام یه فیلتر جدید میسازم، اینجا پرسنت کامپلیت رو انتخاب میکنم، برابر میکنم با 100 و اند و اور داریم اینجا. و اونهایی که آرمین هستن، ریسورسشون، ریسورس نیمشون برابر با آرمین، اپلای میکنم و هیچی رو نشون نمیده، یعنی آرمین چیزی رو 100% نکرده بودش. خب حالا برمیدنیم مثلا اکتیو تسک، اونایی که در حال اجرا باید باشن، اونایی که اکتیو هستن رو نشون میده. این هم از طریق فیلتر کردن. ما میتونیم تو قسمت ویو، حالا بعد از چیز بیم بیرون مثالات ریپورت، توی قسمت ویو فیلترهایی که هستش رو باز میتونیم بسازیم، یعنی چون فیلتر کردن کلیر میکنم و میتونیم منیج کنیم، یه دونه نیو بسازیم یا اینکه مور فیلترز رو بزنیم. هر کدوم از فیلترهای موجود رو، اونایی که الان ساخته بودیم یادتونه، فیلتر 1 2 اینا رو منیج کنیم و تغییر ادیتشون کنیم، تغییرشون بدیم. خب مثلا به جای اینکه ایکوال بکنم داز نات ایکوال کنم، خب فیلتر میکنه روی این قضیه. و بازم حالا هیچ کسی آرمین هیچ کاری رو خب میتونیم اینطوری فیلترها رو جدا کنیم، از این قضیه ویو استفاده کنیم. میتونیم مثلا اونایی که فیلتر یک باشون اعمال میشه رو فقط هایلایت کنن. خب هم هایلایت کن هم اونایی که آرمین هستن. خب که حالا چیزی نیست فیلتر یک روش اعمال بشه. این ها اومدش، میبینید زرد کرده اونایی که آرمین هستن، هایلایت میکنه. خب برگردیم به ریپورت خودمون. پس خیلی ساده بودش اینکه من بتونم فیلتر بکنم و گروپ بکنم. خب اگه بخوایم مثلا بر اساس دوریشن گروپ بکنیم، اونایی که میاد توی البته یه ذره بعد من چیز کردم، گروپ کردم، اما مثلا بر اساس دوریشن میاد کل دوریشن های موجود رو میاره. اونایی که سف دی مونده رو مثلا اینجا میزنه هزینهشون رو، اونایی که یک روز هستن دوریشنشون یک روز هست هزینهشون میزنه، اونایی که یک و نیم روز هستن و غیره. خب تا چیزی که موجود هستن و روزه داری مثلا اینقدر ریاله. اینم به معنی گروپ کردن هستش، یعنی در واقع مثلا یک گروپ جدید بسازیم. خب دقیقا مثل فیلتر کردنه. من پرسنت کامپلیت هامو میارم، اپلای میکنم، بر اساس پرسنت کامپلیت میاد گروپ میکنه. اونایی که 0% شدن چقدر اکچوال کاست داره، به خاطر اینکه هنوز اکچوال کاست یعنی من پولشو داده باشم، چون 0% باشه برنامه ریزیه و من هیچ پولی ندادم هنوز واسه شون، مقدار 0 زده. اونایی که 27% کامپلیت شدن، اونایی که 38% گروپ بای میکنه. اگه دوباره یه نیو بزنم، دوباره همین پرسن کامپلیت رو انتخاب بکنم، میتونم اول بر اساس پرسن کامپلیت، بعد بر اساس یه چیز دیگه و بعد بر اساس یه چیز دیگه پرسن کامپلیت رو جلو ببرم. خب اینجا هم اینتروالش هست، دیدین اونجا مثلا بزنین کنسل کنم چیز شد. خب این 27% بهش اضافه شد، بعد یه اینتروال دیگه ای داره حدودا 11%، دوباره 11%، 11% و این در واقع فاصله بین این دوتا هستش که داره تصمیم میگیره، نشون میده. اینجا ما میتونستیم بر همین اساس این فاصله رو تغییر بدیم. توی نیو میزنیم، پرسنت کامپلیت رو که میزنیم، define group interval رو که بزنیم، میتونیم اینجا اینتروال های مختلف رو بذاریم یا بر اساس each value بذاریم که چیز ساده ایه. خب اینم group by و sort کردنش. خب sort کردنش هم داره به ما نشون میده که وقتی که من اینجا show hierarchy رو میذارم، میاد به من بر اساس ساختار زیر مجموعه میگه این کل، بعد یه فاصله داده انتخاب موضوع پژوهش، بعد یه فاصله داده تسکا رو آورده.
اینم از این. همین موارد واسه نمودار نیز اعمال میشه. حالا مثلا اگه ریسورس برم، خب بر اساس ریسورس سلکت کاتگوری میگه، میگه بر اساس نیمش. خب اون وقت بر اساس ریسورس مثلا اکچوال ورکش رو بیار، چیزایی که مثلا دیوریشنی که کاستوم هستش. مثلا اوورتایم ورکش رو بیار، این ریسورس های مختلف موارد مختلف رو واسهش نشون میده. اینو یه ذره کم بکنیم تعدادش زیاد شد، مثلا فقط اکچوال ورک رو میخوام نشون بدم، هر کسی چقدر واقعا کار کرده، اینقدر ساعت آرمین کشاورزی کار کرده، اینقدر این استاد کار کرده و غیره. به ازای هر منبع که درگیر شده و ساعت ازش برده، مقدار ساعتش رو داره نشون میده. و همون موارد فیلتر کردن، گروپ کردن و سورت کردن هم با سرش وجود داره. با استفاده از اینا ما میتونیم یک گستره خیلی زیادی از گزارش ها رو تهیه کنیم و نیازی به اکسل نداشته باشیم یا ویزیو نشه. اما اگه بخوایم باز گزارش های حرفه‌ای تر بکنیم، تهیه کنیم، میتونیم از اکسل استفاده کنیم، یا اینکه همون کپی پیستی که گفتم توجه کنیم. وقتی که من میام تو ریسورس، مثلا واسه دیوریشن من دیوریشن یک دارم، خب اما اون دیوریشن خالیه رو واسش ندارم، خب یه کاستوم فیلده، پس من نمیتونم همزمان واسه اینا آرمین کشاورزی و دیوریشن داشتن، چون دیوریشن مخصوص تسک هستش. و اگه من این ترکیب رو لازم داشته باشم، باید از اکسل استفاده کنم و به صورت مناسب ترکیب و تیبلش رو ایجاد بکنم و بعد گزارش بگیرم. ولی MSP این امکان رو با من نمیده. اما از طریق همین امکانات MSP واقعا میتونیم گزارش های خیلی خوبی رو تهیه کنیم و ایجاد بکنیم. خب یه مورد دیگه ای که هست خواستم بهتون نشون بدم، Earn Value Report که به صورت پیش فرض تهیه کرده واسه ما MSP و شاخص ها رو اینجا محاسبه کرده و قرار داده. یه مقدار بر اساس اندازه دسکتاپتون ممکنه این نوشته ها اینا به هم بخوره که باید دستی درست کنیم. خب چون صفحه نمایش من یه مقدار متفاوت بوده و اون چیزی که تهیه شده، اینا مثلا تو هم رفته، باید درست کنیم. اینجا جالبه که توضیحات هم به طور مناسب یه خلاصه ای از توضیحات رو هم آورده به ما داده و اینجا انواع نمودارای واسه شاخص ها رو کشیده و میتونین استفاده کنین ازش. همین ریپورت رو هم شما میتونین ادیت کنین. مثلا من میخوام یه چارت دیگه اینو حذف کنم مثلا. خب یه چارت اینجا بندازم و حالا هر چارتی این توی اینجا باشه. خب لولش هم میکنم 2 که به نظر بخش های مختلف بگم چقدر ساعت مثلا اکچوال ورکشون بوده، چقدر باقی مونده و غیره. میتونین رنگ بندی اینا رو دقیقا مثل اکسل تفاوت ایجاد بکنین، گپ بیتوینشون رو مثلا اضافه کنین، بعد اینا رو توی هم قرار بدین. خب بعد بیاین اینجا مثلا فیل سالید فیلد انتخاب بکنین، ترانسپرنسیش هم زیاد کنین. اینجا میتونین خیلی از موارد رو مثلا بگین اینقدر کار باقی مونده و اینقدرش تکمیل شده، خب با رنگ بندی خیلی قشنگ نشون بدین. خب این مواردی هست که باید گفته میشد که چطور یه ریپورتی رو تهیه بکنیم و از ریپورت ها استفاده بکنیم. امیدوارم مفید واقع شده باشه. اینکه چطور ریپورت قشنگ تهیه کنیم و چطور گزارشات مناسب ایجاد بکنیم واقعا خلاقیت و پشتکار شما رو میطلبه، که باید بیاین تو این ریپورت انواع اقسام ریپورت ها رو ببینین، درک کنین که مدیرتون و سرپرستتون چی میخواد و چه چیزی نیاز است که گزارش گیری بشه و اونا رو واسه سرپرست و مدیرتون تهیه کنین و به صورت زیبا هم تهیه کنین و ارائه بدین. خب امیدوارم این دوره براتون مفید واقع شده باشه. ما حتما تمرینات و پروژه های مختلفی براتون قرار خواهیم داد که ازش استفاده کنین و تمرین بتونین کنین، مخصوصا واسه ریپورتینگ و گزارش گیری.
میدونم موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار.